رمان سرزمین جمیله، قسمت ششم، نویسنده احمد ضیا سیامک هروی، میزبان شما اجمل غفوری. سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش. سلام ای وسیع جاری، ای پهن نور باران، ای تراوت بیکران. سلام بر تک تک شما خوبان و عزیزان. آرزو دارم جور و صحت و تندرست باشین. قبل از آغاز این قسمت از رمان، لطف نموده چینل افغانستان جورنال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ به هم فشار بدین. و این هم آغاز قسمت کنونی. در قسمت گذشته شما شنیدین که پرویز با یک وحشت به افکار عجیب و غریب فرو میره و به یاد قریه و پدر و برادر و خانوادیش مفته. و ادامه را هم در این قسمت با هم یک جا میشنویم. او صدا میکنه: پدر، تن ضعیفت توان ای همه ریگ و ماسر نداره. برادر کوچک و نازنینم، تن نحیفت در زیر ریگا از جنب و جوش مانده. بجن بین که در زیر ریگ خرد و خمیر میشین. نگذارین ریگ ها خفیتان کنه. نفس بکشین لطفا. نگذارین ریگا به گلو و سینه های شما را پیدا کنه. در کجای مزرعه گیر افتادین؟ ما برای بیرون کردن شما آمدیم. مرا صدا کنین. پرویز صدا کنین تا شما را پیدا کنم. مزرعه ما کجاست؟ ما در کجای قریه هستم؟ ایجا من مزرعه و نه قریه میبینم. ایجا همه ریگ است. اگر دانتان بسته شده، اگر دیگه انجری بر صدا زدنم ندارین، ما شما را صدا میکنم. پدر، برادر، پدر جان، جواب نمیتین؟ اما جواب نیست که نیست. طوفان است و ریگه که مانند لحاف سنگینه بر روی دهکده پهن میشه. آه خدایا، چی مصیبت بزرگه. صدای پیرمرد که میگفت پرویز بیا پایین، افکارش گسست و پرویز از جایش برخاست و به زیر نگاه کرد. پیرمرد با تهمینه و گوسفندا به اوجه رسیده بود و در نزدیک دهانه چشمه ایستاده بود. پرویز از سر سنگ به زیر رفت. تهمینه از اینکه ماما مانعی رفتنش به کوه شده بود ناراضی به نظر می رسید. سرش به خاطر زخمهای گردن پایین خمانده بود. پرویز به نزدیک او رفت و پرسید: انشالله خوب هستی؟ باز از مکو کدی؟ تهمینه جواب نداد، اما نگاه به سوی پرویز انداخت که انگار صد سخن داشت. پیرمرد گفت: دختر ناترس هنوز خون گردنش خشک نشده، با کو میره. منصور لعنتی تو را دیر یا زود میکشه، از خدا بترس. اقدر کلشخی خوب نیست. او تفنگ شکاری شانهش را به پرویز نشان داد و گفت: میخوای جنجال بپا کنه. بیبی تفنگ هم برداشته که اگر منصور به طرفش بیایه او را به تیر بزنه. دختر جاهل، منصور صد تا مرد جنگی ماشیندار به دست داره، اما این دختر ما را آرام نمیمانه. تو به خدایا، دختر صدا میزنه: ماما بسیار صدا نکو، بسیار بلند گپ نزن. ما از دخترای ترسو و بزدل چخچران نیستم که با عیبت کچپای بدهیکل گوشنشین خانه شوم. شلاق چی اگر مرا قطقتان بکنن خانه نشین نمیشم. پیرمرد برش میگه: دخترم، منصور ظالم است، به هیچ کس رحم نمیکنه. برو چند روز استراحت کو که زخمت خوب شوه. برو به خانه و ما را به درد سر ننداز. برای تو را به کبیر میسپارم که به چراگاه ببره. تشویش اونا را نداشته باش. تهمینه دیگه حرف نزد. کنار آب چشمه رفت، دست رویش شست و با گوشه دستمال گلداری که به سر بسته بود خشک کرد و بعد از جیبش قروت بیرون کرد. با آب غوطه داد و به دهن گذاشت. لحظه های قروت را از این کومه به او کومه کرد و ناگهان او را در کومه راستش نگه داشت. فریاد زد و بلند گفت: ماما، تو به فکر نیمروزی باش که کچپای به سراغش نیای و ازت نپرسه که این غریبه کیست و ایجا چی میکنه. تو غم مرا نداشته باش، من از او نمیترسم. پرویز که غرق تماشای روی و چشمای پراب تهمینه بود و خواسته بود بر کومه که دو خرود بود و کلوله شده بود بخنده، ناگهان ترسید و مثل ای که لذت نگاهش حرام شده باشه تکان خورد و با لکنت زبان گفت: چی؟ کچپای کیست؟
و با ما چی کار داره؟ تهمینه چنان خندید که صدایش به دره پیچید. پرویز بیشتر بار خطا شد. چرا میخندی؟ ما چی گناه کردیم؟ گناهی ندارم. تهمینه گفت. او به مرغ آسمان و ماهی دریا کار داره. هیچ کس در این ملک از دستش به آزار نمانده. او ایره گفت و از کمرش دستمال را باز کرد. قرص نان را از لای او بیرون کرد و نزد پرویز آورد. بگی بخو. گوش نشودی. شوخی کردم با تو کار نداره. پرویز اندک به آرامش رسید. دستش دراز کرد و با جدا کردن لقمه نان گفت. نزدیک از ایجا فرار کرده بودم. مرا ترساندی تهمینه. تهمینه ای بار آرام خندید. پیرمرد گفت. پرویز خان. ای خدا ناترس هرچی میبینه از دست خود میبینه. چند روزه که ایجا باشی تو هم از آزارش بی نصیب نخواهی شد. بیا که بریم. وقت چای صبح است. تهمینه نگاه شروع به سوی پرویز انداخت و بدونی که حرف بزنه از اوجه فرار کرد. پیرمرد گفت دیدی که برها را بار جان مکد و رفت. با پرویز احساس مبهم پیدا شده بود. تهمینه شروع را انگار میشناخت. ندیده بودش اما میشناخت. آیا ممکن بود کسی را ندیده باشی و بشناسیش؟ نمیتونست جوابی سوالش بده. پس چی چیزی دختر را آشنا می نمایانه؟ تهمینه چهره گیرا و جذاب داشت. نگاهش پرمهر و وسوسه‌زا بود. پرویز وقت 7-8 سال پیش بلوغ شده بود و شبها وسوسه شده بود. به دختر شبیه تهمینه اندیشیده بود و بعد او را چند بار در خواب دیده بود. آیا تهمینه همو دختر خواب و خیالش بود؟ نمیتونست بر این سوال ها پاسخ روشن بده. پرویز یک جا با پیرمرد و خیلی بره ها برا افتاد و در کشاله را هنوز تهمینه معلوم می شد که با گردن کج و پایین نگه داشتش با جست و خیز به سوی خانه می دوه. پیرمرد گوسفندها را در کوره را راسته کرد. چند بار هی هی گفت و سپس رویش به پرویز دور داد. دکتر جان، می دانی که در قریه ما مریض فراوان است. اگه اونا بدانن که دکتری از کابل با پای خود به قریه شان آمده به دروازه خانه ما صف می بندن. و تا معاینه شان نکنی رها کردنیت نیستن. پرویز که بار دیگه ترسید ای دفعه از کاری که نمیتونست انجام بده ترسید. گفت کاکا کمال من کسی را معاینه کرده نمیتونم. کمال با تعجب پرسید چرا؟ برای که من هنوز درس ما تمام نکردم و جواز معاینه ندارم. کمال قهقه خندید. عجب گپایی میزنی. ایجا دکاندارا بر مردم نسخه میتن. حتی خط فارسیشان خوانا نیست. و تو از فاکولته اتبا آمدی و جرأت معاینه کردن نداری. پرویز گفت. کاکا کمال. جرأت او را ندارم. اونایی که تو میگی جرأتشان از نادانی است. اگر بدانن که استعمال نادرست دوا چی خطرهایی داره هرگز ای کار را نمی کنن. خب پس جوان. تو که نه معاینه میکنی نه به کس دوا میتی. چی نیت داری؟ میخوایی ایجا چی کنی؟ پرویز گفت. کاکا کمال. ما بر شما گفتم که میخوایم بر مؤسسه سروی کنم. میخوایم ببینم مردم و قریه شما چی آب مینوشن. میخوایم بدانم آیا دمیان طفلای شما مرض فلج است یا نه؟ آیا توبرکلوز انوز دمیان مالدارا شیو داره یا نه؟ پیرمرد گفت. خب گیرم کی کارا را دانستی. بعد چی میشه؟ پرویز گفت. کارم تمام میشه. پیرمرد خنده کرد و گفت. به می سادگی کارو تکدی و رفتی. عجب. بعدش چی؟ مؤسسه تو را به خاطر امی کار عاطل و باطل ماش میده. نه عاطل و باطل نیست. وقت این معلومات برشان بردم اونا میشینن و بر شما پروژه میسازن و در تدارک آب آشامیدنی جلوگیری از فلج اطفال و تداوی توبرکلوز کمک میکنن. پس مؤسسه منتظر توست که این معلومات برشان برسانی؟ پرویز گفت. بله. برم 3 ماه وقت میتن. بعدم گفتن اگر پروژه‌هایشان ایجا شروع شد شاید برای کار دراز مدت با ما قرارداد کنن. پیرمرد گپای پرویز را به تمسخر گرفت. بزک بزک نمر که جو لغمان میرسه. ای خارجی ها از ای وادا زیاد دادن. چند سال قبل که امنیت ایجا قدر بهتر بود تمام وقت ایجا میلولیدن. با موترهای لوکس پایین و بالا میرفتن. آمد و رفتشان بود اما کارشان نه. تمام گپایشان حرف مفته است. دروغ میگن. ترام فرستادن تا از بادارایشان پول بکنن و به جیب خود بزنن. ما به اونا اعتماد ندارم.
پرویز گفت: حق داری کاکا کمال، تمام گپایت درست است، اما مؤسسه ای که ما در او کار میکنم در ولایت هرات کارهای زیاد انجام دادن، مردم از اونا راضی هستند. خب پناه به خدا، دنیا به امید خورده شده. ما به اونا نه، بلکه به تو اعتماد میکنم. خب تو که میگی معاینه نمیکنی، از کجا فلج اطفال و توبرکلوز مردم تشخیص میکنی؟ پرویز گفت: خب این مرض ها علامت ها و آرزه های مشخص خود دارن. به طور مثال در فلج اطفال کودک ها از را رفتن میمانن و در توبرکلوز سرفه های دوامدار و بلغمدار است و برای مریض از طرف شب تب پیدا میشه و به تدریج وزنشه میبازه. کمال گفت: در محل ما یه اردو مرضی که میگی یافت میشه. پرویز گفت: پس بودن میجا بفایده نیست. پیرمرد جواب نداد، خاموش شد، نخواست دیگه با مهمانش بگو مگو کنه. پرویزم همو قسمه که مواظب بره ها بود که از گله جدا نمونن، به زمینای وسط قریه نگاه میکرد که دو کچالو، بادنجان رومی و جو کشت شده بود. مزرعه‌ای که بیش از حد در نظر شاداب و سیراب جلوه میکرد، سبز سبز بود. عاشق ای رنگ بود، شاید هم علتش او بود که هرگز در نیمروز چونین جوش سبزه و گیاره ندیده بود. مرغابی ها روی آب مستانه شنا میکدن و مرغ ها با چوچه هایشان به بیشه ها رسیده بودن. آن دو رو درست در جایی که کمر سبز کمرش میخواباند و جر آغاز میشد، دو پسر بچه 14-15 ساله که با رمه گوسفندشان میرفتن تا به علف های وحشی کبرسن هی هی داشتن و مواظب گوسفندهای آسی بودند که از کشت زمین ها نخورن. پرویز ناگهان از پیرمرد پرسید: راستی اگه پرسیدن عیب نباشه، آیا شما آب آشامیدنی خود از جوی درب خانه میبرین؟ پیرمرد پسخند زد و گفت: پس چی فکر کردی خانه ما لولکشی داره؟ پرویز سکوت کرد، نخواست بر پیرمرد بگوید که با این چشمه مست هم امکان لولکشی و هم امکان چراغان شدن قریهشان وجود داره. او سال پیش وقتی با سنفیایش از کابل به پنجشیر رفته بود، دوجه دیده بود که مردم با نصب داینموی برق خانهایشان روشن است و با لولکشی از چشمه صاحب آب صحی هستند. پیرمرد وقت دید که پرویز خاموش است پرسید: مگر آب چشمه ما پاک نیست؟ پرویز جواب داد: چرا پاک است، اما با عبور از میان دهکده غیر صحی میشه. پیرمرد جواب داد: پرویز خان، پدر و پدر کلانای ما از امی آب خوردن و 100 سال عمر کردن، حالا ای آب غیر سی شد. پرویز گفت: خب خدا عمر همه شما را بیشتر از 100 سال کنه، ولی اگر آب را بخورین که با عبور از میان دهکده آلوده نشه مریض نمیشین. مثلا چطور آلوده میشه؟ پرویز گفت: بسیار ساده، گوسفندا آلوده میکنن، گرد و خاک آلوده میکنه، مردم آلوده میکنن، آب خیلی زود غیر سی میشه. اونا با این گفتگو به خانه رسیدن. پیرمرد کبیر را صدا کرد و برش گفت که اول برشان چای بیاره و بعد از او گوسفندهای تهمینه را در کو به چراگاه ببره. هر دو به اتاق رفتن. پیرمرد تفنگ شکاری را به میخ آویزان کرد و در مقابل پرویز نشست و گفت: خوش آمدی. پایان قسمت ششم.